به نام خداوند جان و خرد. من همین ابتدا بگم که دوستانی که هنوز فیلم بوتاکس رو ندیدن و تماشاگرانی که فیلم بوتاکس رو ندیدن، خواهش میکنم فیلم بوتاکس رو ببینن. یک بازی بی‌نظیر تو این فیلم هست، بازی سوسن پرور. همه بازیگران تو اون فیلم خوبن، ولی بازی سوسن پرور تو این فیلم بی‌نظیره. با او گفتگو کردیم از بزنگا تا امروز، با همین گفتگو رو ببینیم. خب خانم سوسن پرور، خیلی خوش آمدید برنامه ما. خیلی خوش آمدید. ما طبق روال برنامه از مهمان عزیز میخواییم که ابتدا یک سلام علیکی با دوربین ما بکنه تا ما شروع کنیم. سلام خدمت شما و تمام مخاطبین عزیز. دلم میخواد که خوشحالیم رو بگم که چقدر باعث افتخار برام که مهمان شما باشم. از طرفدارای پروپاگورس اول شما و بعد هر برنامه‌ای که ایفاگر شما باشین هستم و خواهم بود. به همین دلیل خیلی خوشحالم که مهمان این برنامه و ممنون از دعوتتون. و در مجموع امیدوارم که آخرش یه کار تموم میشه، تمام کسایی که دارن کارو میبینن خیلی بهتون خوش گذشته باشه و کیف کرده باشید و در نهایت نگید این کی بود که دعوت کرده بودن. گپ و گفت خوبی باشه امیدوارم. انشالله که اینطور از خانم پرور. من از همین آخر شروع کنم، از نقشی که من به شدت از بازیش توش لذت بردم، از بوتاکس، از نقش اکرم اگه اشتباه نکنم. بله نقش عجیبیه، فیلم عجیبیه و نقش عجیبیه و شما خیلی خوبی تو این نقش. چجوری اتفاق افتاد این نقش؟ خب طبق روال اینجوریه که فیلمنامه رو مثلا میفرستن و آدم میخونه و نظرشو میگه. من همون اولین بار که فیلمنامه رو خوندم تمام این عجیبایی که کنار هم شما گفتین رو حس کردم. فیلمنامه رو خیلی دوست داشتم و نقش اکرم رو خیلی دوست داشتم و البته صادقانه این رو بگم که خیلی هم ترس داشت برام، به این دلیل که خب اون چیزی که مخاطب از من توی ذهنش داره فضای کمدیه و خیلی تلاش مضاعف میخواست برای من به عنوان یک بازیگر که یک نقش جدی شایدم به اندازه تلخ رو بازی کنم و هر چقدر شاید تلاش کنم اون ساختار کمدی که من توی ذهن مخاطب دارم و شاید نتونم بشکنم. ولی به هر صورت با صحبتهایی که با آقای کاوه مظاهری کارگردان کار داشتم فکر کردم که باید این کار رو قبول کنم. و یه چیز دیگه ای هم برای خودم داشتم به عنوان یک بازیگری که همیشه فکر میکردم که مستحق جایگاه های بالاتری هستم، فکر کردم خب بیا دیگه این گوی و این میدان دیگه این همون نقش خوبه که یه عمر گفتی که نمیدونم اگه کسی به من اعتماد کنه اگه برو و محک بزن ببین واقعا هستی این چیزی که فکر میکنی یا نه. ممکنه بعضی وقتا یک حباب ذهنی فقط برای آدم بزرگتر بشه هی و برای خودت این تصویر رو بسازی که من میتونم از مثلا پس نقشای سخت بر بیام. اما تا لحظه اولی که وارد کار بازیگری شدی همه تو رو شناختن در همون بزنگا؟ آره ولی از نظر روند کاری واقعیت اینه که من از یک اوج شاید توی تصویر شروع کردم ولی اون اوج باقی نموند، هی اومد پایین‌تر و الان دوباره بوتاکس دوباره داره منو میبره بالا و الان فکر میکنم چقدر خوب که اون پیشنهاد رو پذیرفتم و چقدر ممنونم از کاوه مظاهری که هنوزم نمیدونم به چه دلیل من رو انتخاب کرد. یعنی قانع نمیشم، دلیلش رو میشنوم ولی قانع نمیشم که چه ریسک عجیبی کرد که من رو انتخاب کرد. تحلیل از اون کاراکتر چی بود؟ از اکرم چی بود وقتی سناریو خوندی؟ ببین یه دونه از سختی‌هایی که این کاراکتر داشت این بود که تقریبا میتونم بگم ما به ازای بیرونی براش نداشتم و مجبور بودم تا حدود خیلی زیادی به اون چیزی که خودم توی ذهنم میسازم اعتماد کنم و حالا مثلا به صورت کلاژ یه تیکه هایی هم از یه کاراکترهایی بردارم بذارم لابلای اون چیزی که ساختم.
من اکرم رو با گپایی که تقریبا با آقای مظاهری زدیم و برای ایشون این کاراکتر یه مابه‌ازای بیرونی داشت که بر اساس ایشون نوشته بودن و اصلا جرقه این فیلمنامه برای ایشون، یعنی یک ادای دینی بود به این کاراکتری که توی زندگی شخصی ایشون خودشون بوده برد. بله، و خب این هی سخت‌تر می‌کرد دیگه. ببین کارگردان یک چیزی رو دیده و نوشته و نویسنده دیده و نوشته، خب حالا من باید اون چیزی که ندیدم رو ایفاش کنم، میدونی خیلی سخت بود. در نهایت امر بعد از اون گپ و گفتایی که با هم زدیم، من یک کارکتری رو تصور کردم با تجربه‌های اجتماعی کم، فقط هم به خاطر اینکه تجربه‌های اجتماعیش توی یک زمینه‌های کم بوده پس رشد نکرده. یعنی این آدم میتونه مسئولیت‌های یک خونه رو کامل به عهده بگیره چون توی این زمینه رشد کرده، اما نمیتونه تنهایی بره دکتر، اما مثلا نمیتونه تنهایی بره سفر، اما میتونه بره نونوایی، اما میتونه خرید خونه رو انجام بده. هی شروع کردم کارهایی که میتواند و نمیتواند رو پیدا کردم. خودم یک عمه ناشنوا دارم، خیلی سعی کردم از ایشون الگو برداری کنم، یک زن قوی که مدیر یک خونه است، داره یک خونه ای رو زفت و رفت میکنه اصطلاحا، ولی خب مثلا به خاطرم نیست که عمم تنهایی سفر رفته باشه. هی شروع کردم اینها رو یادداشت کردن و سیف کردن که چه کارهایی رو میتواند چه کارهایی رو نمیتواند. این شد در واقع یک ساختاری برای من که کم کم اون روحیات رو پیدا کنم بر اساس تجربه هایی که کرده. یعنی ما چیزی هستیم که تجربه کردیم و از روی اون تجربه ها سعی کردم که اکرم رو بشناسم و تقریبا میتونم بگم اکرم یک کاراکتری بود که از خونه، یا یه ذره بخوام فراتر برم از محله، تجربه های بیشتری نداره، یعنی فراتر نرفته از محله و بر اساس اون من یک کاراکتری. و در وجود اکرم خیلی چیزا مرده دیگه، همه زنانیت مرده، همه چی مرده دیگه. خب من خیلی در واقع مرده نمیپنداشتم، به همین دلیل وقتی که رابطه خواهرش با اون آقا رو دید شستش، یعنی از نوع نگاه احساس میکنه که این یک رابطه معمولی نیست. اتفاقا چیزی رو اشاره کردید که ساعتها راجبش بحث کردیم و حرف داشتم برای گفتن. یک سکانس هست که مثلا خواهر داره بند میندازه اکرم. بله 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 بله. یعنی یه چیزایی درش هست، این که خب درش زنده میشه دیگه. خیلی داره. هم میدونیم در واقع نابود نشده، یعنی به مرگ نرسیده که حالا بخواد زنده بشه، شاید خاک گرفته روش به خاطر اینکه امکان حضورش نیست، امکان حضورش نیست. ولی مثلا از نگاه من این شخصیت شاید در فرادای خودش رویا پردازی هایی داشته باشه راجب زنانگیش، شاید که محلی برای اعراب نبود که توی فیلم بهش پرداخت بشه، ولی مثلا اون تیکه ای که رو سریری که برادرش براش گرفته میپوشه و جلوی آینه نگاه میکنه و حظ خودش رو میبره توی آینه، اینا همه نشانگر اینه که یک چیزهایی درش داره، چیزی درش هست. به همین دلیل میگم به مرگ نرسیده، شاید موقتا در لایه زیرینی پنهانش کرده باشه و اهم زندگیش هنوز غذا درست کردن باشه، خونه مرتب کردن، خرید و این چیزها باشه، اما در درونش چیزهایی داره. اینا رو صحبت کردین سر صحنه، یعنی آره چیزایی رسیدیم. بود که رسیدیم بشاره. بله بله. تو ذهنت گفتی کلاژ کردی از شخصیت‌های دیگه، شخصیت خاصی تو ذهنت بود؟ یه دونش همین عمم بود که دیگه اشاره کردم و یه دونش همون مابه‌ازای بیرونی بود که آقای مظاهری داشتن. بازیگری تو ذهنت بود؟ نه. فیلمی تو ذهنت بود؟ نه اصلا نبود. اصلا. بازیگر زنی که چنین نقشی بازی کرده باشه؟ اصلا کارگردان چی گفت؟ نه نه اصلا. استایل و نگاه کردن و ایستادن خاص تو فیلم، اصلا اون لحظه اول که تو رو میبینیم پشت به ما ایستادی، اصلا یک شروع عجیبی هست به طور کلی، و اونجایی که سینی دستت داری نگاه میکنی و اینکه فاجعه در چیزه، در یک نمای لانگ شات و در یک نمای عمومی به سادگی اتفاق میفته. آره ببین ببین نمیدونم چی بهتون بگم، شاید یه ذره از باورپذیری به دور باشه. راجع به استایل اول توضیح بدم که آقای مظاهری به من گفت که اون خانومی که ما به ازای ذهنی ایشون بود گفت یک استایل خاصی داره برای ایستادن همیشه. آه. ولی
این استایل ایشون شاید نباشه، چون به من نگفتن چه استایلی. اینو من انتخاب کردم، یعنی فکر کردم بهش، یک چیزی که فکر کردم مال من باشه، یعنی هم خیلی دور از من نباشه که من فراموشش نکنم، مال من باشه، هم یه ذره مال من نباشه. یعنی این چیزی که شما میبینین شاید خیلی جاها راه رفتن خود من به عنوان سوسن پرور، خیلی جاها شاید مثل اکرم باشه، یک چیزهای دیگری هم من بهش اضافه کردم، ولی باقیش برای خلق و اون چیزی که شد اکرم، نمیدونم، من واقعا فقط میتونم بگم که به ذهنم اعتماد کردم، یعنی به اون داشته هام، به تمام اون تجربه این سالها اعتماد کردم فقط. و اصلا نمیتونم توضیح بدم که یک چیز معقول باشه که بگم من از این راه رسیدم به این نقش. اتفاق خیلی مهمی، من حس کردم این اکرم رو. کاملا معلوم میشه که بازیگر حس کرده، کاملا معلوم میشه که کارگردان حس کرده، کاملا معلوم، اینا کاملا تو فیلم معلومه و یه اتفاق غریبی هست. آره، همه قرمیش تو غریزی بود. آره، خیلی بیم، مثلا یه جاهایی بود، یه دیالوگایی بود که من اصلا نمی... و میگفتم که کاوه جان این نمی که اکرم اینو نمیگه، اگر میگفت من الان راحت اینو میتونستم بگم. و عجیب آقای مظاهری به این حسای من اعتماد میکرد، عجیب اعتماد میکرد. یعنی هر چیزی خاطرم هست، یه سکانسی بود پیتزا میخوریم، خواهر منو برده که پیتزا به هم بده و انگار که بعدش هم به هم بگه که این ماجرای برادر اینجوری و ما اینو میگیم و به کسی نمیگیم و میگیم رفته آلمان و اینا رو داره به من میگه. کات دادن تو همون برداشت اول، کات دادن و آقای مظاهری اومد به من گفتش که اکرم پیتزا داره میخوره، پیتزا دیده تو خیلی راحت داری اینو میخوری شاید. گفتم چی داری میگی؟ این عاشق پیتزاست. و اصلا پنجشنبه جمعه ها اماد پیتزا میگرفت میآورد خونه و از جمله محبت های ریز و شادی های ریز. ببین اینا چیزایی بود که توی فیلم نامه نبود، ولی انقدر این اکرم برای من قوی بود که نمیدونم حالا اون بازی اون سکانس خاطرتون باشه، اصلا من حرفای خواهره رو گوش نمیدم، فقط بهش میگم میخوری تو؟ میگه نه من نمیخورم. من بزرگترین تیکه اسلایس پیتزا رو، بزرگترین رو برداشتم، اون داشت حرف میزد، این عشق پیتزایه بود. به یک جزئیاتی راجع به اکرم رسیده بودم که واقعا دلیلی براش نداشتم که بگم که چرا این دیالوگ غلطه، چرا این نباید این کارو کنه یا چرا باید این کارو بکنه، ولی به غریزم انقدر اعتماد داشتم که میگفتم بذار اینو بگیریم. و همه چیزهایی که گفتم رو آقای مظاهری این اعتماد رو کرد و هی دو ورژن میگرفتیم، میگفت خب بذار توی تدوین تو روند میفهمیم که کدوم درسته. و وقتی خروجی فیلم رو دیدم اکثرا اون سکانسایی بود که خودت حس کرده بودی بود اینطوری. آره آره. سوسن پرور تحصیلاتش چیه؟ لیسانس دیپلم تجربی، لیسانس ادبیات نمایشی، فوق لیسانس کارگردانی تئاتر، دانشگاه ها آزاد. هر دو تا آزاد؟ لیسانس دانشگاه آزاد عراق، فوق لیسانس تهران مرکز. بچه کجایی تو؟ عراق. عراق؟ عراق متولد شدی؟ بله. اونجا بزرگ شدی؟ همونجا بودن چیز رفتی؟ بله. اصلا شانس زندگیم بود که اون دانشگاه اومد عراق. چرا شانس زندگی بود؟ به این دلیل که برخلاف اینکه همیشه همه قبل از اینکه بخوان بترکونن همیشه رویای اینو داشتم، من اصلا راستش اصلا فکر نمی کردم که من بیشتر این کارکتره بودم، این کارکتر، و اصلا فکر نمی کردم که بازیگرشم. و اینقدر نوجوانی پدر چی کاره بود؟ مادر پدر چی کاره بود؟ بابای من توی اداره برق، تکنسین اداره برق بودن، برق توانیر، پست انجیرک در تهران؟ عراق. عراق، عراق. آره. بعد مادرم معلم بودن و من مایه آبروریزیه. بچه بزرگ خانواده‌ای؟ بچه وسط. یک خواهر مریم 3 سال از من بزرگتره، پونه 8 سال از من کوچکتره. اونا همه موفق، عالی، درس خون. من اصلا یه اصطلاحی ما عراقی‌ها داریم میگیم جون به قالبش زوره، اصلا یک انرژی تمام نشدنی که فقط باید خرابکاری میکردم. اصلا بیشتر بچه شلوغی بودی؟ آره. اصلا 1 سال رد شدم اصلا درس. پدرم خدا رحمتش کنه میگفت من چی کار کنم برای تو که درس بخونی؟ و من میگفتم رهام کن بذار من میخوام حمال شم. حمال که درس میخواد که، من پولو بلدم بشمارم، کافیه دیگه.
و خب بگم اگر اون دانشگاه شاید عراق نمی اومد، علاقه به بازیگری تا اون سالای دبستان مثلا تئاتر کار میکردم دبیرستان. نه از سر این که صادقانه بخوام بهت بگم که بگم عشق بازیگری داشتم، میگفتم به این بهانه میشه کلاسو پیچوند، نه اینکه مثلا دوست داشته باشم بازیگرشم. دانشگاه هم که رفتم بیشتر ذوق نوشتن داشتم تا بازی. بعد که رفتم دانشگاه و همین دانشگاه رو خواهر بزرگ منو ثبت نام کرد. اون سالها یک قانونی بود توی دانشگاه آزاد که تو میتونستی مثلا سوم دبیرستان که هستی امتحان بدی دانشگاه آزاد، اگر قبول میشدی یک سال رزرو میکردن برای تو بعدم برشید که یک سال بعد دیپلمتو بگیری بری. خواهرم این رشته تازه اومد و رفت منو ثبت نام کرد، یعنی فرم و اینا همه رو خواهر بزرگم برای من پر کرد. بعد من قبول شدم. به چه دلیل قبول شدم؟ به این دلیل که هر کی امتحان داد قبول شد. یعنی این رشته تازه تأسیس بود توی عراق، 11 نفر امتحان دادیم، 11 نفر پذیرفته شدن. من دو ترم مرخصی گرفتم و اصلا اون شد یک انگیزه که من دیپلم بگیرم با معدل 10.38 زدم. وگرنه اصلا من دیپلمم باور کن نمیتونستم بگیرم. بعد رفتم دانشگاه. خب اونجا خب یه سری کلاسای بازیگری هم داشتیم دیگه. درسته من گرایشم ادبیات نمایشی بود، ولی تا دو سال اول ما کلاسای بازیگری داشتیم، کارگردانی داشتیم. از کارگردانی خیلی خوشم اومد. و اصلا یهو قبلش اصلا کارگردانی دوست نداشتی؟ از اونجا اصلا نمیدونستم چیه. ببین اصلا نمیدونستم دنیا، اصلا من بیق بودم تا قبل از دانشگاه. یعنی فروغ فرخزاد رو نمیشناختم. جالبه. اصلا جالبه، اسفناکه. من دو سال اول دانشگاه از تو کتابخونه بیرون نمیومدم. علاقه من شده بودی دیگه. هملت نمیدونستم اثر یا نویسنده است. یعنی وقتی تو کلاس راجع به هملت حرف میزدم من میگفتم نویسنده است. بعدا مثلا فهمیدم که نه بابا، هملت خودش اثری که یه نویسنده‌ای به نام شکسپیر بوده اینو نوشته. اصلا از تو جوب برام داشت در آوردن گذاشت رفت دانشگاه. خب ولی بعد تو دانشگاه اینقدر تشویق شدم، خدا رحمت کنه، اساتید خیلی گرانقدر. یادمه دکتر خسروی یک دیالوگی به من گفت که اصلا رکودین خسروی، بله، توی همون سالها با تمام نفهمیم مو به تنم سیخ شد. به من گفتش که تو چه عجیبی، تو چه باورپذیری وقتی داری یک کاری رو انجام میدی، یه بازی رو داری انجام میدی. من تو رو توی برادوی میبینم. من اصلا بودم تو ذهنم بودم برادوی چیه؟ برادوی کجاست؟ بعد پرسیدم و دیدم آه برادوی چی گفته؟ اینا هی شد یه چیزی که من ناخودآگاه رفتم سمت بازیگری. بعد اون جشنواره‌های دانشجویی شرکت کردیم، هی جایزه بازی کردم. آره بازی کردم. و اول نمایشنامه که بازی کردی چه نمایشنامه بود؟ مهم بود، مهم نبود؟ خیلی خیلی اول یه سایه بودم پشت یه پرده مرزیه صدرای نازنینم، کارگردانش بود. یه نمایش مذهبی طور بود برای چی میگن به این انجمن، یه انجمنای مذهبی داره دانشگاه، اسمش الان فراموش. انجمن اسلامی منظور انجمن اسلامی. آره یک نمایشی رو ایشون کارگردانی کرد، من پشت یه سایه‌ای بودم، یه زنی بودم که زایمان میکنه. بعد از اون یک نمایش میراث بهرام بیضایی رو آقای بیژن قهرمانی کارگردانی کرد. در عراق بودم؟ آره آره، همه اینا مال دانشجوی عراق بودم اون موقع دیگه. اون کار توی بازبینی رد شد. ببین انقدر من بیق بودم، الان یاد این افتادم. گفتن تمرین مثلا ساعت فلان آمفی‌تئاتر. خب ما رفتیم آمفی‌تئاتر دانشگاه. از اونجا که مثلا وایساده بودم دیدم ایوا اینجا که کلاس تربیت بدنی یه سری آدم دارن ورزش میکنن. رفتم بعد سر کلاس گفتن چرا نیومدی؟ گفتم بابا کلاس تربیت بدنی بود آمفی‌تئاتر، من اومدم. گفتن نه بابا، ما داشتیم تمرین میکردیم. دوباره حالا فرداش بیا. فرداش دوباره گفتم اکه باز دوباره اینجا کلاس تربیت بدنیه، چرا؟ یه سر اومدم جلوتر دیدم یه صداهایی میدن و این کارا چی اصلا؟ این اصلا ببین خیلی پرت میدم. این تمرین بدن و بیانی که میکردن و من ندیده بودم تا حالا. بعد دیگه خلاصه اون کار بیژن قهرمانی توی بازبینی رد شد. بعدش یک نمایش رو بازی کردم تو همون عراق. رد شد تو بازبینی؟ آره آره، تو بازبینی جشنواره دانشجویی. جشنواره دانشجویی. خب بعد کار چمدان رو بازی کردم به کارگردانی مرتضی رستمی که اون کار رفت جشنواره. مرحله ای بود تا ما میرسیدیم به جشنواره دانشجوی فجر. ما باید یه بار عراق، این تو خود عراق تو خود دانشگاه یه جشنواره برگزار میشد، بعد استانی میشد،
بعد دیگه بعد از استانی میتونستیم بیایم جشنواره دانشجویی فجر تهران میرسیدیم، که این به فجر تهران نرسید توی اون مرحله مثلا استانی توره چیز شد، ولی اونجا من جایزه گرفتم. بازیگر خوب، بهترین بازیگر جایزه نامزد بازیگری اول شدم. تو زمان دانشگاه تا مرزی صدرایی بود من هیچ وقت نتونستم بالاتر از مرزی صدرایی رو بگیرم، همیشه مرزی صدرایی بود. الانم تو این جشنواره که جایزه میگیرم هنوز هر جشنواره‌ای میگم اینا اگر مرزی صدرایی رو میشناختن به من. کجاست مرزی صدرایی؟ مرزی خب به خاطر شرایط مادرش پرستار مادرش شد و تقریبا یه 4-5 سالی دیگه کار رو کنار گذاشت. کار نمی‌کنه. الان مادر از دنیا رفتن یه 40 روز پیش و از نظر روحی خیلی چیز نیست و امیدوارم که بیاد و جذب کار بشه یه ذره روحیش. آره خب اونم بازیگر قدریه. تو تو دانشکده توی اون مراسم در جشنواره دانشجویی جایزه بهترین بود. اصلا چوسن تو متولد چه سالی؟ من 54. 54 یاره. خب آره. چه ماهی چه روزی؟ 30 دی 54 واقعیشه. الکیش 31 6 54. که من به محض اینکه فهمیدم این تاریخ الکیه که میخوان من یه سال زودتر برم مدرسه، سریع رد شدم که توازن برقرار بشه. آره خلاصه به چه روزایی خب میخوری به دهه 60، یعنی بچگی میخوره به اوایل دهه 60 و تلویزیون اون سالها، چه خاطره ای داری از تلویزیون اون سالها، فیلم های اون سالها، سریال های اون سالها؟ یه تئاتری بود، یعنی تنها چیزی که میتونم بگم که از دنیای هنر تصویر من رو منقلب کرد یک تئاتری بود، سوزن بانان. خب علی نصیریان. آره آقای مؤدبیان و آقای علی نصیریان نازنین، اصلا عجیب منو تحت تأثیر قرار داد. خیلی کار سنگینیه. آره و آره. برای خانواده خیلی جالب بود که مثلا من از این کار و یک فکر کنم اینم تئاتر بود، بردهداران یه همچی چیزی، حالا درست یادم نیست که قصه یک کلمه برده بودن. هیچ وقت کارتونا جذبت نکرد؟ هیچ وقت نمایشه کارتونا کارتونای کوست چیزی بوده ساتورمن، اون رو مثلا دوست داشتم. و مداد جادو پروفسور بارتازار، اینا چیزایی بود که یه ذره مثلا عراق سینما داشت دیگه، درسته؟ بله. میبردن سینما. آره یادت میاد چه فیلمایی تو عراق دیدی؟ یه فیلمی که خیلی باز تحت تاثیر قرار گرفتم از کرخ تا راین بود، بزرگ بودم البته. 71 دیگه بزرگ شدی دیگه. آره. آره خیلی فیلمی بود که تحت تاثیر قرار گرفتم. باز مثلا جز فیلم‌های خاطر انگیزی که از سینما فرهنگ عراق خیلی خاطره، پس برام سگ‌کشیه. اینایی که بزرگیت بچه‌تری تو سن بچگی چی دوست داشتی؟ میگم یک دیوانه مطلق دیگه، تو بچگی اصلا همش از درخت برو بالا و پر از روی پسرانه داشتی؟ آره اصلا دیوانه بودم دیگه، نمیدونم همش دنبال گنج بودم و اصلا سینما و اینا چیه؟ هیچ بعد مهم نبود دنیای تلویزیون، کارتون، انیمیشن، هیچی دونست. فیلمی رو خیلی بچه بودم، شاید مثلا 5-6 ساله بودم که الان خیلی خاطرم نیست اسم فیلم، ولی قصه فیلم یادمه که راجع به بلایی بود که سفید پوستا سر سرخ پوستا آورده بودن و یک زمینی که مال سرخ پوستا بود گرفتن ازشون. از اون سال تقریبا تا زمانی که من مدرسه برم اصلا اینا کاراکترهای ذهنی شدن برای من و توی ذهن من یه تندرو بود، یه مادر بود که همیشه باردار بود و همش در تلاش بودم، یه عروسکایی رو خودم ساخته بودم که تو باغچه چالشون کرده بودم و همش دنبال این بودم که سرزمین سرخپوستا رو باید نجات بدم و اصلا توی دنیای ذهنی عجیب دنیای نوشتم بودی؟ داشتم. آره اینا داشتم. چی نوشتی؟ اولین کتابی که نوشته بودم خودم هم جلدش کرده بودم، قشنگ نقاشی داشت، مصور بود، قصه یه فیلی بود که به خاطر بزرگیش هیچکی دوستش نداشت. حالا شاید هم خونده بودم اینو، مثلا خاطرم نیست، شاید قصه مال من نباشه، دوستش نداشتن حیوانای جنگل و بزرگ بود، هیچکی باش بازی نمی‌کرد اینا. بعد یه بار جنگل آتیش می‌گیره، این کمک می‌کنه که با خرطومش جنگل آتیشش خاموش بشه، بعد از اون دیگه همه باهاش دوست میشن.
یه همچین، حالا من هنوز هم نمیدونم که این واقعا ساخته ذهن خودمه یا یه همچین قصه. اصلا کتاب میخوندی تو دوران دبیرستان؟ خیلی کم، یه سری کتاب های ریعتمادی که آره توی آزمون عملی دانشگاه که گفتن آخرین کتابی که خوندید گفتی ساکن محلی قهر. گفتم ریعتمادی اسمشم نمیدونم چیه، قصهش آره رجب علی اعتمادی اسمش، آره نمیدونم قصه ها نمیدیاده چیه، ساکن محله غم داره. آره آره اتوبوسی آره. اونم داره، حالا آره من ساکن محله غم. آره اینا رو خونده بودم و مثلا یه کتابی که نمیخورد به ریخت قوارم که خونده باشم دزیره بود، خونده بودم، بلندی های بادگیر بود خونده رومانای بودم. آره عاشقانه و عاشق رومانای عاشقانه هم بودی پس یه جوری، یا بیغ بودی توی این مسائل؟ نه تو عشق و عاشقی هم بیغ بودم، اینم بی... اصلا تو خود دانشگاهش هم باز بیغ بودم. خوب همه چی عشقی و تیم و با هم و اصلا خیلی فکر کنم هنوزم بیغم. خب تو جایزه گرفتی تو مراسم دانشجویی جایزه آره گرفتی؟ آره بعد دیگه کم کم هی تشویق شدم و دیگه رفتم کلن سمت بازیگری و یعنی بازیگری انتخاب کردی؟ آره و نوشتن و خب میدونی چی شد، یعنی فکر کردم بازیگری خیلی راحت تره، من اصلا زحمتی نمیکشم براش، ما همینجوری همه دارن میگن خوبی، در حالی که اصلا کاری نمیکردم و اصلا مثلا فکر نمیکردم، میخوندم میگفتم اینو خب بازی میکردم، همه هم میگفتن وای، یا مثلا سر کلاسای بازیگری اتود میدادن اینقدر سری به ذهن من میرسید و میرفتم و همه مثلا به به اصلا میگفتم چه راحته چه باحال، من زحمتی نمیکشم، نمره ها عالی همه چی، ولی نوشتن سخته، نوشتن سخته، باید فکر کنی. گفتم برو بابا بیکارم برم نویسنده شم، بازیگری اینقدر راحت، همه هم دارن من تشویق میکنن. از دانشگاه اومدی حرفه‌ای شدی بازیگر تئاتر؟ بله. چه جوری؟ بعد از دانشگاه یه تایمی رو شیفت کردم اومدم تهران، یعنی مهاجرت کردی؟ بله. تنها؟ موقت بله. کمال الدین شفیعی باز از استادای بازیگری ما بودن، آلمان درس خونده بودن، دکترا داشتن، ایشون هم خیلی باعث اعتماد به نفس من بودن توی بازیگری. یه تئاتری رو کارگردانی میکرد که از من خواست که بیام، مرضیه هم بود اتفاقا اونجا، مرضیه است ما اصلا تا سالها سرنوشت بازیگریمون مشترکه مثل همه. بعد رفتم اونجا، اون خوابید، اون کار خوابید، نتونستم که اتفاقی رو ایجاد کنم برای خودم توی تهران و برگشتم دوباره عراق. برگشتم عراق، اونجا با انجمن نمایش و ارشاد اسلامی عراق تازه آشنا شدم، چون دیگه دانشجوها همه رفتن، درسمون تموم شده بود، اونا هم دوره‌ای من رفتن، من تنها شدم و دیگه اومدم با این فضاها آشنا شدم و اونجا شروع کردم بازی کردن. یه ذره خب محدود بود فضاهایی که بتونم، نقش‌هایی که بتونم بازی کنم محدود بود. بعد فکر کردم خب چرا خودم کارگردانی نکنم، شروع کردم خودم نوشتن و دوباره خودم، یعنی بازی نکردی فقط نوشتی و کارگردانی کردی؟ چرا بازی هم کردم، دو سه تا کار کردم، یک کار بازیخانه رو داشتم، کار متن مال آقای کیانی بود، کارگردانش آقای علی ایزدی بود که تا فجرم رسیدیم. میدونی تو شهرستان باید سه تا مرحله رو رد کنی تا به فجر برسی، من این کار خفنی بود که تونست این سه تا مرحله رو رد کنه، ولی خب توی فجر خاطرم هست اون سال توی اختتامیه، خب من هر جشنواره‌ای که رفتم، هر جشنواره تئاتری که رفتم، اگر اولو نگرفتم دومو قطعا گرفتم. خب بعد فجر تنها جشنواره‌ای بود که این اتفاق برای من نیفتاده بود و توی بازیخانه رو وقتی بازی کردم همه گفتن به به فلان اینا و این حس داشتم که خب ممکنه لااقل یه تقدیر یا یه چیزی با تشکر از خانم پرور حالا جایزه به فلانی، یه چیزی اینجوری توی ذهنم بود. بعد روز اختتامیه وقتی ما وارد تالار وحدت شدیم، یک آقایی وایساده بود و با یه لحنی میگفت شهرستانیا بالا، شهرستانیا بالکن، شهرستانیا بالکن. لحنش یعنی توهین‌آمیز بود؟ اینقدر به من برخورد، اینقدر دل من شکست. حالا اون بیچاره اصلا تفلک هیچ کاره بود دیگه، بهش گفته بودن که شهرستانیا برن بالکن دیگه، مثلا کاره نبود تفلک، یعنی اون که نمیخواست ما رو تحقیر کنه، ولی برداشت من این بود، صداش کردم گفتم
امروز تو منو داری اینجوری با این لحن میفرستی بالکن، من یه روزی میام اینجا بلیت جایگاه تو دستمه، ببینم اون روز چجوری با من برخورد میکنی. اون روز رسید که میام جایگاه. من نمایش توالت رو کار کردم، نوشته خودم بود. بله، مجید رحمتی هم برام بازی میکرد، یه کار تک پرسوناژ بود در عراق. بله در عراق، و این سه تا مرحله رو رد کردیم، همه جایزه ها یک 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 اینا، و درخشان رسیدیم به فجر. اونجا توی اختتامیه من بلیت جایگاه داشتم. حالا بگرد دنبال اون آقا تو تالار برداد. واقعا گشتی دنبال اون آقا؟ من نبودش. آره اونجا من کارگردانی سوم گرفتم. اون موقع که رفتی بالا بالکن نشستی اذیت شدی بالکن نشستی؟ خاطرم هست که یه ذره رفتم بالکن نشستم، انقدر گریه کردم که اصلا اومدم بیرون از سالن دیگه. گریه کردی به خاطر لحنش؟ آره. میدونیم یک تبعیض، شاید از تبعیض پررنگ‌تر بگم تحقیر. یک تحقیرهایی رو من تجربه کردم که شاید الان با کوچکترین تبعیضی خیلی زیاد دردم بگیره. از جمله همین شهرستانی بودن که هنوزم نمیفهمم. ما توی بستر شهرستان تئاترهای فوق‌العاده قوی رو داشتیم، که خود تئاترهای من از همین تئاترهایی بود که همه اصرار میکردن به اینکه من اینا رو از کجا دزدیدم. مگر میشه تو شهرستان مثلا یکی راجبه اینترنت بیاد تئاتر بسازه؟ اینو سوژهشو از کجا دزدیدی؟ میدونی این تلاشی که من باید میکردم تا مهر شهرستانی بودن رو از پیشونیم پاک کنم، این زمان زیادی رو برد و بارش بار زیادی بود. یعنی تمام اون کسایی که به واسطه اینکه من از عراق اومدم تهران و فکر میکردن پرستیژ کارشون میاد پایین اگر من براشون بازی کنم، تمام اینها بعد از کار آقای عطاران خودشون دیگه به من زنگ میزدن که میشه خواهش کنیم بیاین، در حالی که من همون آدم بودم، بازی منم همون بازی بود. و انگار که وقتی من از تلویزیون ملی پخش شدم، انگار من دیگه عراقی نبودم مثلا. خیلی نکته ظریفی. شهرستانی نبود. چند تا نمایش نوشتی و کارگردانی کردی؟ من تقریبا فکر میکنم 10 تا نمایش نوشته باشم و 7 تاش رو اجرا کرده باشم. 7 تاش هم بازی کردی؟ نه. نه، توی 2 تا از کارام بازی نکردم. خب اون کارهایی که عراق بودم رو خواسته، دلم میخواست که بازی کنم اون نقش‌ها رو، خودم دلم میخواست بازی کنم، ولی از یه جایی به بعد واقعیتش دیگه خودم دلم نمیخواست که توی کارام بازی کنم. به جبر مثلا بازیگر پیدا نمیکردم و پیدا نمیکردی، خودت بازی. آره خودم بازی میکردم. یه چیزی هم توی کارگردانی دوست داشتم که مثلا خودم زاپاس بمونم، که اگر هر اتفاق غیر قابل پیش بینی افتاد من بتونم سریع خودم جایگزین بشم. به همین دلیل دوست داشتم کار خودم بازی نکنم، ولی خب هی متاسفانه نمیشد و مجبور میشدم بازی کنم. الگوی کارگردانی تو ذهنت بود؟ یعنی کارگردان مورد علاقه داشتی اون زمانا؟ کسی برات مهم نداشتی؟ ببخشید نه، ولی یک ایدئال ذهنی داشتم توی کار. دوست داشتم که مهربان باشم. همه غریزه بود؟ یعنی بدون یعنی از غریزه شکل گرفته همه؟ بله. میدونی انقدر الان دلم نمیخواد که متاثر بشم. آقای جیرانی، تا اینجایی که من الان جلوی شما نشستم، انقدر من درد کشیدم و انقدر باور نشدم و بی جهت فریاد شنیدم، که جز آرزوهام اینه که به یک جایی برسم و انسان باقی بمونم و بتونم دست کسایی که مستعدن رو بگیرم. یعنی همیشه فکر میکردی مستعد خیلی بیشتر از اون ظرفیتش
میفهمی، میدونی، ولی کسی تو رو درک نمیکنه. بله. همیشه این احساس داشتی دیگه. بله، الان یه خاطره ای رو بگو. همون دفتری که اگر خاطرتون باشه بعد از بزنگاه شما به من زنگ زدین و گفتین که چقدر بازیت خوبه و دوست دارم که ببینمت، نه کاری توی دست دارم نه هیچی، و ما یه قراری گذاشتیم با هم دیگه، یه گپی زدیم اگه خاطرتون باشه. بله. من وقتی از اون دفتر اومدم بیرون انقدر گریه کردم به خاطر اینکه اون دفتر اگر اشتباه نکنم دقیقاً همون دفتر بود یا دفتری شبیه به اون، من خاطرم نیست ولی فکر میکنم باید همون دفتر باشه. سالها پیش من تازه لیسانسم رو گرفته بودم، اون موقع رادیو پیام کار میکردم، رادیو پیام دو روز میومدم، دستیار تولید بودم. یک تست بازیگری بود، من رفتم همون دفتر که تست بدم. من تهران شبا میرفتم عراق، دوشنبه و چهارشنبه رادیو پیام بودم، میرفتم عراق و میومدم. وقتی که اومدم اون جایی که میخواستیم تست بدیم، به یک آقایی که مثلا پشت میز بود اومدم گفتم که مثلا تا چه ساعتی اینجا هست، میخواستم بلیت برگشت عراقم از بین نره، گفتم من باید برم شهرستان و مثلا میخوام بدونم تا چه ساعتی اینجا طول بکشه. خانم برو ته صف، یه مش شهرستانی، شهرستان بلند شدی اومدی تست بدی که چی؟ بعد یه کلمه آدم اونجا، بعد دیگه من رفتم وایستادم یک ساعت دو ساعت دیگه نمیدونستم برم دوباره نرم. بعد گفتم ببخشین من دیرم میشه، بلیت دارم، میخوام بدونم کنسل کنم این بلیتو یا نه. گفت حالا تو فکر کردی اصلا برو، تو فکر کردی اومدی تستم دادی، فکر کردی الان تو قبول میشی؟ دیگه من هیچی نگفتم، رفتم نشستم تا نوبتم شد. هندیکم ضبط میکرد اون تستایی که میگرفتن، یه چراغ قرمز داشت این هندیکمه. اون تستی که باید میدادیم تلفنی یه خبری مثلا به همون، خبر بعدی به همون میدن و باید خلاصه ایفای نقش میکردیم. وسط اون من یهو دیدم که مثل چراغ خاموشه. بعد گفتم این چراغ مثل الان که به شما گفتم ماسک اینجوری، گفتم این چراغ خاموشه. گفت به تو چه؟ گفتم خب این ضبط نمیشه که. گفت اونی که من دلم بخواد ضبط میشه، اونی که دلم نخواد ضبط نمیشه، تو کارتو بکن. و تو فکر کن من با چه حالی رفتم عراق. و بعد از سالها چقدر بی ادب و بی تربیت بوده اون آدم. ببین اینقدر از اینا دارم که برات تعریف کنم، نه فقط من، آقای جیرانی خیلی ها از این چیزا دارن. شاید به یک جایگاهی میرسن و فکر میکنن دیگه نباید اینا رو بگن، باید فراموش کنن اینها رو، و شاید اصلا خیلی هاشون خودشون بشن یکی از این آدم ها، نمیدونم. و اون روزی که من اومدم اون دفتر دقیقا احساس میکنم اون آدمه رو دیدمش، همون آدمه بود به نظر من. و اصلا از یه جایی به بعد خاطرم از آقای غلامرضا رمضانی فکر کنم اومد اضافه شد به جمع ما، که من دیگه اصلا نمیشدیدم چی داریم میگیم، چی داره رد و بدل میشه. همش حواسم به اون آقای بود که اونو یه جایی پیدا کنم بگم مثلا منو میشناسی، منو یادته، که طبیعتاً احتمالاً یادش هم نبود اگر همون آدمه بود. این رو حالا به این دلیل دارم بهت میگم، انقدر من این لحظه ها رو تجربه کردم که دلم میخواست وقتی دارم کارگردانی میکنم تنها الگوی من مهربانی باشه. اگه بخوای بررسی کنی اون لحظه رو به عنوان آدمی که حالا در واقع درک دیگه‌ای داره، تحلیل دیگه‌ای داره، تحلیل چی از اون برخورد؟ ریشه در چی داره این برخوردها، این تأخیرها، این برخوردهای تو اینا؟ من فکر میکنم که یک مقدار خیلی زیادیش مال جو حاکم بر فضای کاری ماه، که اگر تو این چنین باشی رشد بهتری خواهی داشت، مراتب اصطلاحاً حرفه‌ای‌تر رو خیلی زودتر میتونی طی کنی. یعنی وقتی که تو، نمیخوام اسم یا تیتری بگم، وقتی که تو این گونه باشی، حالا نمیدونم چجوری توصیفش کنم، آدمها رو مهر نورزی بهشون و دلت نتپه برای درد آدمها، حضور آدمها، خیلی توی کار خوب پیشرفت میکنی. هرچی دایره آدمهایی که برای تو اهمیت ندارن بیشتر بشه، تو شکوفایی بیشتری در
فضای کاریت خواهی داشت. یک علتش اینه، یک علتش اینه که به نظر من ممکنه خیلی از آدم‌ها اتفاقاً این دردها رو تجربه کرده باشن و وقتی به جایگاهی میرسن انگار میخوان این انتقامه رو از اون یه پله پایین تره بگیرن که دلشون خنک شه. مثلا بگه من به سختی رسیدم به اینجا، تو بی خود میکنی که حالا مثلا الان فکر کردی میتونی جلوی من بازی کنی، تو حالا باید بدوی تا جلوی من بازی کنی به خاطر اون مسیر سختی که طی کردن شاید. ولی اولی خیلی به نظر من بارستر و امتحان پس داده تره. تو ساده میگشتی؟ تو همیشه دختر ساده ای بودی؟ بله بله. همیشه لباس ساده میپوشیدی؟ آره. این همیشه ساده، یعنی بدون آرایش میرفتی جایی؟ بله بله. چقدر فکر میکنی زنانگی تأثیر داره تو این قضیه؟ 100% تأثیر داره، 100% و ایرادی هم نداره. یعنی طبیعتاً هیچ اشکالی نداره که سینمای ما نیاز به زنانگی 100% داشته باشه، اما حسم اینه که ما در زندگی طبیعی در همین روزگاری که داریم تجربه میکنیم خیلی کاراکترهایی رو هم میبینیم که زن هستن ولی 100% زنانگی رو شاید ندارن. به هر حال این یک چیزیه که خیلی اکتسابی نیست، یعنی من نوعی خیلی فکر نکردم بهش که بذار من آرایش نکنم خیلی اینجوری میتونم خاص باشم. یک چیزی در من نجوشیده. یعنی فکر نکردی که آرایش کنی تا چقدر توجه کنی؟ اینم فکر نکردی؟ نه، یه تایمایی مثلا خاطرم هست شاید دبیرستان اینا به عنوان کپی پیست، یعنی خب یک مسیر فرمولی که همه دارن انجام میدن تو هم انجام میدی، که اصلا دیدم چه کار احمقانه ایه. یعنی چی اصلا تو مثلا برای من ها، نمیخوام اصلا توهین کنم به برای احترام من میزه همه کارهای کار برای من، یهو دیدم که ای من چرا باید این کارو کنم. یعنی جوابی براش راستش پیدا نکردم که مثلا به چه دلیل من فرم صورتمو مثلا یه ذره از اینی که هست خارج کنم. بعد راستش هم بخوام بهت بگم اصلا خوشگل نبود. یعنی احساس میکردم اون صمیمیت رو از من میگیره، منو از خود واقعی که هستم دور میکنه. و فکر کردم خب چرا باید این کارو بکنم وقتی باهاش خوشحال نیستم؟ چرا باید این کارو کنم؟ نکردم دیگه. سوسن پرور از نمایش عراق رسید به نمایش تهران، یعنی مهاجرت کردی تهران. بله. و تهران نمایش اجرا کردی؟ اولین تئاتری که بازی کردم هر جا هستن خوب و عالی و درجه یک باشن، چقدر دوستشون دارم، استاد عبدالحی شماسی. بله بله. این از ایشون هم باز یه دونه از کسایی بودن که چقدر به من اعتماد به نفس دادن. بله. نمایش نام نویس درجه یک، یک نمایش رو نوشته بودن به نام صبر زرد که به نظر من واقعا یک شاید بگم بهترین ابزورد نویسی که ما توی ایران داریم آقای شماسی هن. بعد اون رو داشت کارگردانی میکرد، ما یه گروهی داشتیم توی دانشگاه جیرجیرک، همون دانشگاه عراق. بله، که همین مرضی صدرایی و بهرام ملکی و مرتضی رستمی و بیژن قهرمانی و همه این کسایی که گفتم باهاشون کار کرده بودم مال این گروه بودن. اون گروه رو آقای شماسی گفت بیاین این کار رو انجام بدیم، که یه سری از بچه‌های تهران هم به ما اضافه شدن. محمدرضا علی مردانی خاطرم هست که توی اون نمایش به ما اضافه شد، همسر منو بازی می‌کردن اتفاقا. نیاوران اجرا رفتیم. و چه نقشی داشتی؟ یک خانم خریدار تابلوهای نقاشی بود. سالن سایم تازه چیز سال فکر کنم سال 78 79 اینا باید باشه. بعدش اومدیم دو هفته هم سایه اجرا کردیم. تئاتر شهر. سالن جدید تأسیس تئاتر. اولین تجربه من بود توی تئاتر شهر. یعنی اولین تجربه تو تئاتر شهر بود؟ رویایی که خیلی ها داشتن که تئاتر شهر اجرا کنن. حالا توی سالن کوچک سایه. من یه خاطره هم از این دارم. اون موقع ها یک مثلا بنر و اینا مثل اینجوری وجود نداشت. چیز بود. بوم بود. یه بومای بزرگ بود.
روش می نوشتن اسما رو، مثلا الان پوستر کارو قشنگ میزنن و این، اون موقع این خبرها نبود، یه چیز بود، بوم بزرگ بود با رنگ روغن، مثلا می نوشتن صبر زرد، نویسنده و کارگردان این، بازیگران این. آقا ما عشق اینو داشتیم که زودتر این بخوره بالای سالن سایه و سوسن پرور. از همینجا انتخاب شدی برای آقای عطاران، یه جور دیگه انتخاب شدی برای کار عطاران؟ آقای عطاران این سالها بعد میشه، سال 78 میشه. یعنی بازم تئاتر بازی کردی؟ یعنی بعد از 78؟ بله دیگه، یعنی همین تو تئاتر بازی کردی؟ آره من بعد از اون سالها مثلا شاید 7-8 تا کار توی تئاتر شهر بازی کردم. منتها من بعد از کار صبر زرد رفتم عراق دوباره، باز گل نکردم، رفتم عراق. سال 83 دوباره برگشتم تهران و دیگه تهران خونه گرفتم تنهایی. بله و گفتم دیگه هر جوری شده دیگه میمونم. یه اون موقع تو رادیو پیام کار میکردی؟ نه دیگه اون موقع اصلا بیکار بودم. اون موقع سال 76 من توی رادیو پیام بودم. یه ددلاین 10 ساله برای خودم گذاشتم که بتونم تلاش کنم تو تهران اتفاقی رو ایجاد کنم. اگر شد شد. هم داشتی تهران فقط اومدی بازی کنی؟ تنها بهانم این بود که اون موقع فوق لیسانس، دانشجوی فوق لیسانس بودم. بعد سال 87 من قبلش از طریق آقای ارسطو، سامان ارسطو، یک شب توی خونه اونها با آقای عطاران و خانومش آشنا شده بودم. چیزی تو مهمانی؟ بله، یه مهمونی نبود، در واقع یک دور همین طور بود. سامان ارسطو با تو تئاتر آشنا شده بودم؟ بله بله، سامان ارسطو هم باز توی تئاتر باهاش آشنا شده بودم که اون موقع فرزانه ارسطو بود، هنوز تغییر جنسیت نداده بود. بعد یک تئاتری رو من برای ایشون بازی می‌کردم، توی اون تئاتر خانم آقای عطارانم فریده فرامرزی بازی می‌کردن. اون تئاتر رو آقای عطاران اومد دید. اسم نمایش چی بود؟ عروسی دختر حاکم ملایر، یک نمایش تخت حوزی بود و همه مرد پوش داشت و من نقش سیاهو داشتم. شما مرد پوش بودی؟ آره آره، نقش سیاهو داشتم. نمایش کجا اجرا میشد؟ توی سالن سنگلج اجرا میشد. آره. طلای 25 شهریور سابق. خب. آره آره. اونجا آقای عطاران اومد دیده. حالا من نمیدونم. به خاطر خانمش اومد. بله بله. بله و خب با خود آقای ارسطو هم دوستی داشتم. آمد پشت صحنه با تو صحبت کرد. بهت گفت خوب بازی کردی؟ نه. نه. اصلا هیچی. رفتین توی خونه تو مهمانی هم دیگه مجدد دیده. قبلش دیده بودمشون. قبلش. قبلش یه بار دیده بودمشون. بعدش هم که تئاتر رو اومدن دیدن، یه هنوز اون تئاتر تموم نشده بود که زنگ زدن که آقای عطاران میخواد یک سریالی بسازه و شما تشریف بیارین. بعدش یا قبلش؟ مثلا شاید 10 روز بعد از اینکه آقای عطاران اومد کار ما رو دید. اونجا چه نقش بازی میکردی تو اون؟ سیاه، نقش سیاه. من اصلا جدی نگرفتم، گفتم بابا یکی داره سر به سرم میذاره، بعد من برم اونجا به تا قبل از این اصلا جلوی اصلا تصویر نداشتی؟ فقط زندان زنانو داشتم، سینمایی زندان زنان. چه نقشی بود تو زندان؟ سوسی کاموا توی اپیزود 3 دوست پگاه بودم، اسی. اون چجوری انتخاب شدی تو اونجا؟ اونجا هم تست دادم دیگه، یه دونه از همین تستایی که رفتم دادم. هر تستی بود توی اون سالها من میرفتم میدادم. خانم آدینه تست میگرفت، تست میگرفتن، ان شاءالله هر جا هستن خوب و خوش باشن. و 3 مرحله تست بود که منو مرضیه پذیرفته شدیم. من فکر میکنم یادم رفته الان سوسی کاموا، یعنی فیلمه یادم نیست. ببین توی موقع ضبط یه ذره هویت بیشتری داشت، ولی توی اکران وقتی شد شاید بتونم فقط از رنگ سانسور شد. نمیتونم بگم سانسور، شاید به خاطر تدوین و ضرباهنگ کار پذیرفتنی بود که آها آره ممکنه. نقشه چی بود؟ سوسن کاموا کی بود؟ چه شخصیتی بود؟ کارکتری بود که در واقع کنار اسی بود و تمام دل و دزدی و آزارهایی که یعنی خانم پگاهنگرانی میرسوند به کمک سوسی کاموا بود. مثلا اون رژه لبه رو که دزدید، اون اتفاقایی که میافتاد، اینا همه با سوسی کاموا اتفاق میافتاد. و یه دوستی و الفتی هم با خانم رویا نونهالی داشت. خب این سوسی کاموا رو که عطاران نیده بود، عطاران فقط نمایش آخر دیده بود. آره آره،
و تو باور نکردی که حتی اونطور مقدر. بعد زنگ زدم به فریده که فریده خانمش. آره الان زنگ زدن اینجوری. فریده گفت آره رضا به من همون دفعه اول که تو رو خونه ارسطو اینا دید گفت این چقدر خوبه، این چقدر خوبه و چقدر این که میگم کشف میکنه، چون اون موقع که بازی منو ندیده بود واقعا. اتفاقا فکر کنم اصلا بازی من خوشش هم نیاد، یعنی شاید بازی من روی صحنه اصلا شاید دوستم نداشته باشه، چون کاراکتر خودم رو به عنوان سوسن پرور خیلی دلنشین تر میدونه. سر کار به زنگا هم که رفتم قشنگ این رو مدام هی به هم میگفت که از بازی دور شو، بازی نکن، من دقیقا خودت میخوام باشی، خودت میخوام باشی. این خیلی تجربه خوبیه که بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، چون به زنگا یکی از بهترین سریال های آقای عطاران و یکی از سریال هایی که با مشکلات فراوان روبرو شده و اون زمان هم همه در مورد صحبت کردیم و اصلا عطاران شخصیتیه که یک طبقه پایین توی سریالاش بی نظیرن، قابل باور، یعنی کاملا قابل باورن، طبقه به معنی واقعی هست، نه آن چیزی که در نونخه و دیگران هست، این در واقع طبقه به معنی واقعی هست، طبقه پایین به معنی واقعی هست و ما در واقع و کشف هایی که عطاران داره توی چهره هایی که تو طبقه پایین زندگی کنن بی نظیره. بگیم چجوری شد، کجا رفتی برای بزنگا؟ دفتر آقای مهام و آقای محمدی اون موقع با هم بودن، رفتم اونجا. محمدی. بله رفتم اونجا و در واقع فقط رفتم قرارداد بستم، یعنی اصلا اینجوری نبود که بخوام دیگه تست چیزی گرفتی؟ چقدر گرفتم؟ آره. فکر کنم اگر اشتباه نکنم ماهی 700 هزار تومان قرار دادم بود، اگر که اشتباه چونه هم نداری، هرچی نوشتن امضا کرد. اصلا عشقت بود که بازی کنی. سریال قبلی عطاران دیده بودی؟ من دیوانه آقای عطاران بودم. یعنی سریال قبلی دیده بودی و عاشق سریال بودی. و حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، من اصلا دوست نداشتم کارو تصویر کنم، من اصلا دلم نمیخواست از تئاتر بیام بیرون. چرا؟ تجربه خوشایندی برای من نبود تصویر، یعنی وقتی که توی به خاطر همین بی تجربه بودنم فهم این رو نداشتم که مثلا تو وقتی که بازی میکنی توی تصویر اون سلطان صحنه توی تئاتر دیگه نیستی، تو میتونی یه کار تصویر رو بری بازی کنی کار اکران بشه و تو اصلا نباشی و آب از آب تکون نخوره، اما تو توی تئاتر یه نقش کوچیک هم داشته باشی اگر یه روز نیای کار لنگه و من اونو بلد بودم. و وقتی رفتم کار زندان زنانو دیدم که چرا نقش من اینه، چرا مثلا اونجا کو، اون قسمت که اینجوری بود، اون سکانسای تو حیات کو، نمیدونستی، تجربه نداشتی، نمیدونستی، جا خوردم. آره خب. بعد گفتم برو با مثلا میخوام چیکار، قرارداد بستی و رفتی آقای عطاران که چیز کردن، خب از خدام بود با عطاران بازی کردن. رفتیم برای تست لباس، رفتیم برای تست گیریم و فکر کنم باز یه دونه از چیزای خیلی جالب برام تست گیریمه بود. ناراحت نشید از اون تیپ؟ اصلا من انقدر به شعف اومده بودم که این تیپو دارن ازت میسازن؟ اصلا بی نظیر بود، اصلا همش فکر میکردم این چه اتفاق بزرگی و این چه کارکتریه که من میتونم خلقش کنم و گیریم چقدر داره به من کمک میکنه بود. و همه از این میزان شعف من شاید فکر میکردم مثلا این خوله، این مثلا چرا گیریم. آره خانم مهری شیرازی میگفت ببخشینا، من میگفتم چرا معذرت خواهی، داره لطف میکنه و یک آدمی با این تعریفی که تو ذهن آقای عطارانه، خب اینه دیگه، اینه و دمت گرم که تو داری به من کمک میکنی، نصف راه رو داری برای من میری و من خیلی اینجوری زودتر به کاراکتر نزدیک میشم. اولین لحظه که اولین صحنه که بازی کردی کدوم صحنه بود تو اون سریال؟ یه سکانس هست که به خواهرم به من میخنده، من بالای سرش ایستادم و میذارم تو سرش، میگم خاک تو سرت و باور میکنی شاید 20-25 تا برداشت. ترسیده اشغال. بودم. ترسیده بودم. تو ترسیده بودی؟ آره. ببین تمام کسایی که غول بودن برای من و من دوستشون داشتم بغل دست بودم، اصلا غالب توی کرده بودم. بعد میدونی فکر میکنم من یه ذره مال نسلی هم هستم که ماها خیلی بوت میساختیم، یعنی ما آدما بزرگتر از اون ابعاد واقعی خودشون توی ذهن ما شکل می گرفتن. این نسل شاید حالا به خاطر
اینترنت که خیلی ما میتونیم خیلی راحت تتوی آدم ها رو دراریم، خیلی آدم ها دیگه بوت نیستن، آدم ها خیلی دم دستن و مثلا میری تو صفحه اینستاگرامشون شام خوردنشون رو میبینی، مثلا مهمونی رفتنشون رو میبینی، ولی اون موقع هنرمندا توی ذهن ما یک علامت سوال جذاب بزرگ بودن و من حالا مقابل اینا بودم. آره مقابل خود. این سریال خیلی زود با مشکل مواجه شد. چند قسمت پخش شد که با مشکل مواجه شد؟ من یادم نمیاد، فقط یادم خیلی زود ما احساس کردیم این سریال فکر کنم دو قسمت سه قسمت پخش شد. منم خیلی خوب خاطرم نیست، ولی شایدم بین 3 تا 6 قسمت فکر میکنم، چون خیلی قسمت ها رو ما مجبور شدیم دوباره بگیریم. چرا؟ چه قسمت؟ اصلا چقدر حذف شد از سریال؟ خیلی حذف شد، ولی حالا چون اون کار من نیست، من اگه اجازه بدید راجبش صحبت نمیکنم، چون من نمیدونم که چه چیزایی رو میشه گفت چه چیزایی رو نمیشه گفت و کار من، اما در این حد بهتون بگم که خیلی چیزها دوباره گرفته شد. مثلا صحنه تو حذف شد چیزی؟ نه الان تمام این چیزی که میبینید بود، نه تمام این چیزهایی که بازی من بود ولی دوباره گرفته شد، یک قسمتهایی دوباره گرفته شد ولی تمام این وقت که فکر کردی علتی که دوباره گرفته شد چی بود؟ اشکالی نداره بگی، هیچ مشکلی نداره. مثلا میتونم اینو بگم که یک اسمایی توی اون تیتراژ هست که اصلا شما نمیبینیدشون، مثلا اون حاج آقا که طبقه بالا بود یک خواهر داشت که اصلا اون خواهره رو شما توی فیلم نمیبینینش. به هر حال چون میگم کار من نیست، نمیدونم درسته، یعنی اصلا شاید کار درستی نباشه از زبان من شنیدنش. آره باید خود ایشون مسئولیتش رو نمیپذیرم. بله ولی حق میدم به آقای عطاران که اذیت بشه بابت اون کار، به خاطر اینکه واقعا به نظر من میتونست اون کار خوب بود، خیلی خوب بود، ولی بسیار میتونست از این بهتر باشه. یعنی ممیزی و اشکالات و دوباره گرفتن و عرض کردن ها باعث شد که سریال دچار چیز بشه. اما با همین حالم هنوز یکی از سریال های مهم تاریخ تلویزیون ها با اینکه سانسور شده هنوز تیکه هاش وایرال میشه توی مهم اینه که مردم هم فهمیدن که البته خودش هم آمد توی یک مصاحبه با آقای کمال تبریزی یک نکاتی گفت، آقای کمال تبریزی اومد دلجویی کرد با ایشون مصاحبه کرد، این نکاتی گفته شد در مورد چون همه سعی کردن بگن اون هممون سریال دوست داشتن، عکس سریال رو جلد اومد و در واقع جلد مجلات اومد. میدونی این کارهای آقای عطاران، من اینو متاسفانه اولین کار تصویر ببخشید من تو حرف بگو کار تصویر من بود خوب. و من فکر میکردم همه کارها اینجوری هن. شاید خیلی قدر اون کار رو ندونستم و از تمام فرصت‌ها شاید استفاده نکردم. اینقدر همه یک خانواده بودیم و قلبمون برای هم میتپید و اون بی‌اعتماد به نفسیه که بهت میگم توی سکانس اول داشتم، شاید از هفته بعد من اصلا نداشتم دیگه اونا، به خاطر اینکه اینقدر با آغوش باز پذیرای من بودن به عنوان چقدر تیپ از خودت میامد؟ یعنی عطاران گفت بازی نکن خودت باش. آره تمامه. ببین من اصلا اعتماد به نفس این که حتی یک واو رو این ور اون ور کنم نداشتم. اون نقش 100% چیزیه که آقای عطاران ساخته و من یک تکنسین بودم در واقع. عطاران چگونه این تیپا رو میساخت؟ بی نظیر این تیپایی که تو سریال های عطاران من میگم هستن. تو ذاتشه سریال های آدم ها، مثلا اون پور مخبر بعدن شد بازیگر از فیلم هایی که آره. خیلی چیپ بود ولی آره. اونجا خیلی خوب بود. خدا بیامرزه، خدا رحمتش آره خدا رحمتش کنه. یا تمام خانم چیز خانم مرجانی گلچین خانم مرجانی گلچین که از اونجا به نظر من گل کرد و چهره شد و اصلا دیگه بعدش کمدی اصلا زندگیش عوض شد. این نکته اینجاست که خیلی یعنی کشف میکسیدی چی جوریه تو که باش کار کردی چی جوریه. واقعیتش نمیدونم ولی به نظر من یک چیزی در وجودش هست، یک استعداد عجیبی در ذاتش هست که میتونه تشخیص بده و اعتماد میکنه به تشخیصش. اینکه طبقه رو خوب بشناسی و در بیاری فضا رو خوب نگاه آدم میکنه. خوب نگاه میکنه. شناخت طبقه خیلی مهمه. ببینین من ایمان دارم اگر طبقه دیگری رو هم بخواد بسازه خوب میسازه. ببین مثلا عطاران کاملا شرایط این رو داره که بتونه لاکچری زندگی کنه و نمیکنه، به خاطر اینکه موقعیت دیدن رو از دست میده. خیلی نکته ظریفیه. خب عطاران ماشین نداره هنوزم. عطاران هنوز میره بازار تهران اونجا میره کلاه میخره. عطاران از هیچ جا قایم نمیشه. عطاران با خود من پیکه ای داشتم، سوار ماشین پیکه ای شد،
کنار خیابون وایساد، داد یه واکسی کنار خیابون، کفششو واکس زد و نگاه میکنه و ارتباط داره با این آدما. عطاران خودش میره نونوایی نون میگیره. عذرخواهی میکنم. و خب طبیعیه که وقتی بخواد یک نونوا توی کارش باشه میشناسه، دیده و حافظه تصویری خوب داره. عطاران از پشت شیشه ماشین جامعه رو نگاه نمیکنه. این نکته خیلی مهمیه که به نظر من باعث این میشه که چیزی رو که خلق میکنه تو میشناسیش. اصلا تمام کارکتراشو انگار تو فامیل خودتون داری، انگار تو کوچه‌تون داری، تو محلتون دیدی. ما به ازا داره کارکترها توی ذهنتون میشینه، به خاطر اینکه به نظر من واقعیه دیگه. یعنی میگم از خاطرات بصریش استفاده میکنه و اون خاطرات محدود نیستن. و این چه تحلیل خوبی داری از عطاران. آره این واقعیت. من 2 سال همسایه آقای عطاران بودم، یعنی من طبقه بالا بودم، طبقه پایین بودن توی لواسون. همون موقع که آمده بودی تنها زندگی میکرد تهران؟ نه، سالها بعدش، سال 92 ها دیگه با خانواده بودی دیگه؟ نه، من هنوزم تنها زندگی میکنم، خانواده عراقم. خانم آقای عطاران به خاطر یک بیماری باید از تهران خارج می شدن. من هم به دلیلی باید از تهران خارج می شدم. بعد خب فکر کردیم چه اتفاق همزمانی خوبی، با فریده رفتیم دنبال خونه و یک خونه 2 طبقه ای رو چیز کردیم. با همدیگه 2 سال رو زندگی کردیم و تقریبا می تونم بگم خیلی خوب آقای عطاران رو می شناسم. از جمله کسایی که واقعا اگر تکثیر میشد بکنی ازش، به نظر من فضای هنری ما بسیار میتونست خروجی‌های بهتری داشته باشه و از سلامت روان بهتری برخوردار باشه. خود همین آقای عطارانه که ای کاش میشد تکثیرش کرد. تحمل واقعیت‌های تلخ یک طبقه بعضی وقتا سخته دیگه. تو وقتی یک طبقه رو اوریان نشون بدی و خیلی خوب نشون بدی، تحملش برای خیلی سخته. طبقه رو میتونی کاریکاتور کنی، کاریکاتور میشه تحمل کرد. تأثیر و این طبقه رو اون که ریشه‌ای واقعی در میاره. بله، ببین تو کاریکاتور میتونی بکنی، کاریکاتور طبقه در بیاری. اون موقع بله، ولی کاریکاتور هیچ وقت عطاران کاریکاتور نبود. نه. طبقه معنی واقعی بود، آدما واقعی بودن، از همه اولین سریالاش درک میشدن. خب سوسن پرور بعد از بازی مشهور شد، بعد از بازی این سریال. بعد به زنگات ترکوندم. خب ببین اینا رو یه ذره من خجالت میکشم واقعا راجبش حرف بزنم. اینقدر من بیق بودم. الان که بیق نیستی دیگه. الانم توی یه چیزایی یکم چرا شاید. ببین مثلا اصلا تعجب میکنم که چطور یک آدمی بازیگر باشه، بازیگری کنه و شهرت رو نشناسه و فکر نکرده باشه. شاید واقعا فکر کنید که من دارم مثلا خیلی ادای محجوبا رو در میارم. واقعا من به شهرت فکر نکرده بودم هیچ وقت. من یک دفعه مشهور شدی و معنیشو نمیفهمیدم. خب یعنی موقعی که سریال به زنگا رو من داشتم، خب اون موقع ما که فیلم برداری میکردیم همزمان داشت پخش میشد و همه توی اون کار به من میگفتن سوسن حالا وایسا، تو تصویر میترکونی، تو اینجوری. یادمه خیلی ها که توی اون کار بودن منو تشویق میکردن و میگفتن تو بی نظیری، حالا بذار کار بیاد روی تلویزیون پخش بشه، خواهی فهمید که چه اتفاقایی برات میفته و اینا. ببخش این لباسه رو انقدر بهش گیر دادن، اینو چیز کن یکی دیگه بذاریم. حالا بعد همزمان که کار داشت پخش میشد، ما به خاطر همون ممیزی ها باید شبانه روز کار میکردیم که دوباره میگرفتین سه. آها آره. بعد موبایل من افتاد و شکست، من مجبور بودم که برم موبایل بگیرم. سرویس اونجا منو برد علایالدین، ماه رمضان بود، دیگاه بزرگ اونجا بود. 87 این دیگه درست؟ بله بله. آش و این چیزا دم افطار صف کشیده بودن، آش و اینا درست کرده بودن که بفروشن برای افطاری به مردم. من همین به سرویس گفتم تو وایسا من جنگی برم یه موبایل بخرم و بریم دوباره سر لوکیشن.
از ماشین پیاده شدم، فکر کن یه صفحه مثلا خیلی طولانی که واسه این عاشق وایستاده بودن، یه نفر که همینجوری مثلا دو قدم من از ماشین دور شدم، یهو گفت فریده، همه برگشتن و اون صفحه به اون طولانی همه اومدن سمت من و این اولین مواجهه من با شهرت بود و من غالب توی که در جا سوار ماشین شد، گفتم بودو در رفتی از محیط، در رفتم و واقعا نمیدونستم که باید چیکار کنم در مقابل این میزان محبت مردم و عکس گرفتن و خیلی خیلی چیز دور از ذهنی بود برای من. ولی شیرین چیز شیرینی و خیلی جذاب بود. بعد از اون دیگه تو کار دیگه بعد از اونم کار بعدی من باز خیلی جز تجربه خوبم بود. آقای عیاری به من زنگ زدن که اصلا باورم نمیشد. روزگار غریب اصلا بسته شده بود، پکیجش بسته شده بود، یک قسمت مونده به آخر خودشون اضافه کردن، احساس کرده بودن که این روند یه قسمت دیگه نیاز داره، دوباره پرونده این کار باز شد و واسه یه نقشی به من زنگ زد. این نقش خیلی دراماتیک و تلخ بود، مادری که جنازه بچهش رو از تهران براش میاره دکتر غریب. کوتاه بود ولی خب خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود و بعد از کار بزنگاه این کار جدی و تلخ. خیلی اون کارم اصلا خودم واقعا چیز بیام، خیلی تجربه فوق‌العاده‌ای بود. خب بعد از اون رفتم دیگه تو حوزه کودک. چرا؟ به این دلیل که محمد حسنزاده همشهری من بود، عراکی بود، از قبل نمیشناختمشون و یه ذره چون روحیه تئاتر در من مونده بود و اینکه آدما حال بدن به هم دیگه و خیلی به فکر اینکه مثلا کار کودک لولش این نمیدونم این اینجوری بلد نبودم این چیزها رو و فکر کردم ای چه خوب محمد حسنزاده، دستیار محمد نادری، امیر نادری، و چقدر آدم شیرین، چقدر دانش، چقدر عکاس فوق‌العاده. و خب کیف کردم، گفتم بریم کودک. و اونجا هم اتفاقا یک تیپ پیرزنی به نام ننه هری رو بازی کردم که اونم باز جز کارهای خیلی خوبم بود به نظر خودم توی تیپ سازی. و دیگه 3-4 سال توی حوزه کودک موندم. فیلم بازی کردی غیر از بوتاکس؟ من یادم نمیاد. فیلم های تک سکانسی. چیا مثلا؟ یه دونش رد کارپت آقای عطاران بود باز. آه دیداره یاره. متاسفانه من خیلی حافظم تو این چیزا ضعیفه. باز اونم عروسی پرماجرا، نمیدونم یه فیلم اینجوری یادم نیست اسمشو. یه کار دیگه هم باز پشت در خبری نیست، کار تولیدش باز تهیهش آقای عیاری بود، خانم شبنم عرفی نژاد کارگردانش بود. اون باز یه ذره مکمل طور بود. فرصت نشد دیگه به زنگا تکرار بشه. نه متاسفانه. این نشد دیگه سریالی بازی کنی به شیوه به زنگا. نه متاسفانه. و اون موقعیت که تو به زنگا بازی کردی. متاسفانه نشد. و بوتاکس مهمترین کارت میشه، بازیت میشه دیگه در واقع بوتاکس. بله. مهمترین بازیت میشه بعد از زندان زنان دیگه، درسته؟ تو سینما؟ تو سینما. اصلا نمیتونم با زندان زنان مقایسش کنم. در واقع یه تجربه، اولین کاریه که من نقش یک بودم دیگه. اولین کار مهم زندگیم بود. بله. خوشحال شدی وقتی جایزه رو گرفتیم؟ اون عکس جایزه رو بدین. خوشحال شدی وقتی جایزه رو گرفتیم؟ قبل از جشن حافظ من جایزه های بین المللی گرفتم. کجا؟ تو گفتی بین لباس گیر دادن، یعنی چی؟ آره توی پیج هایی که تخصصشون لباس پوشیدن و اون چیزاست نوشته بودن که لباس ایشون کاملا مشخص از روحیاتشون نشأت گرفته و خیلی مناسب روحیاتشون لباس پوشیدن ولی مناسب اون جشن لباس نپوشیدن. یکی دیگه مردم نوشته بودن تو فاز مجازی. اینو یک مثلا سایت تخصصی که مثلا راجع به مد و لباس و آره ایناست. مردم هم گفته بودن که رفته بوده بیرون آشغالا رو بذاره دم در
بعد گفته ای آخ 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 باید جایزه رو میگرفتم، سر را رفته جایزه را میگرفته و آمدن این لباس پوشیده؟ آمدن؟ نه. نه انتخاب کردی این لباس؟ بله خیلی فکر کردم بهش. فکر کردی این لباس یعنی شکل فرم دادی به لباس خودت؟ آره خب یعنی در واقع دلم میخواست که هم یه چیزی باشه که مال من باشه. من خیلی دوست ندارم که مال من یعنی چی؟ یعنی باورپذیر باشه که این که تو پوشیدی ذهنیت سوسن پروره، یعنی این مال سوسن پروره. هم در این حال مثل هر روز روزمرم که از خونه میرم بیرون نباشه. خب من خیلی بیرون بخوام برم اینجوری نیستم، ولی به نظرم اتفاقا خوب بود. حالا اینجا به خاطر رنگای دوربین یه ذره رنگا چیز نیست به هم خورده، مثلا این شلواره پر رنگتره، اصلا این سبزه ولی شلواره آبیه. مخصوصا با اون تقدیرنامه خیلی ست خوبی بود با عینکه و بعد اون لباسه گلای همرنگ این کاپشنر داشت و به نظر من ست خیلی خوبی بود. حالا کفشم توش نیست، کفشم هم رنگ باز همون لباسه بود. به نظرم ست جالب بود. خوشحال شدی جایزه گرفتی؟ خیلی. بعد تو خارج جایزه گرفته بودی؟ آره اولین جایزه‌ای که واسه بوتاکس گرفتم توی جشنواره تورین سینفست ایتالیا بود. رفتی؟ نه نه آنلاین. فقط جایزه گرفتی؟ آره خوب. بله جایزه یک خانم رو گرفتم. بعد از اون جایزه جشنواره پکن رو گرفتم. به به چه خوب. آره بعد این در واقع سومین جایزه‌ام بود و ستاش خوشایند و خوشحالیش خیلی زیاد بود، ولی در مورد حافظ یه مقدار میتونم بگم باورناپذیر. ولی خب خدا رو شکر گرفتم. سوسن پرور چه نقشی دوست داره در آینده بازی کنه؟ چه کاراکتر رو دوست داره بازی کنه؟ تا حالا تو خیالش بوده، تو آرزوش بوده، تو رویاش بوده؟ ببین سالهای گذشته، خیلی سالهای گذشته تر، مثلا شاید تو دهه 80 خیلی دلم میخواست که مثلا یک زن ناناور خانواده که سختی های خودش رو داره ولی حفظ روحیه کرده بدبخت نیست، یعنی شرایط داغونه ولی این آدم بدبخت نیست و یک میزان امیدی برای بهبود داره. میدونید فکر میکردم کاراکتر خاصیه. ما همه وقتی شخصیت پردازی میکنیم یا یک کاراکتری یا خیلی خوشبخته یا خیلی بدبخته. من دلم میخواست یک کارکتری که درد زیاد داره اما احساس بدبختی نمی کنه رو ایفا کنم. اون سالهای میگم دهه 80. الان دیگه سالهاست که واقعیتش من به دنبال این نیستم که مثلا یه نقش عجیب و غریب، یا اصلا فکر نمی کنم خیلی دیگه به اون که یک فرصت مناسب، یک نقش مناسب من بترکونم. چرا؟ خسته شدم از بس که فکر کردم و تلاش کردم برای رسیدن به یه همچین موقعیتی و الان تقریبا میتونم بگم یه 10 سالی میشد که دیگه من رها کردم و اصلا یه تایمی که دیگه برگشتم سمت تئاتر و فکر کردم توی تصویر جز این که هی من دارم کارهایی که باز هی بیشتر دوست ندارم و بازی میکنم داره بیشتر میشه و دیگه خوشحال نبودم دیگه، یعنی هی دختر ترشیده بازی کن هی و این لفظ رو به کار بردن، یعنی این که مثلا بگن سوسن پرور فقط به درد این نقش ها میخوره، انگار باکرگی یک نقشی دیگه از بین میره. من وقتی هم که بوتاکس اومد برای تو خیلی مهم بود. خیلی مهم بود. چه لحظی از بازی تو بوتاکس خیلی دوست داری که ما پخش کنیم بعد از این؟ آخه یک تیکه هست که خواهرش رو پرخاش میکنه به خواهره و میگه من خواهر بزرگ تو هم، با من درست حرف بزن، با من اینجوری حرف نزن، به من فحش نده، یه همچین چیزی میگه. پسردائیشون اومده خونهشون، بعد از اینکه پسردائی میره با خواهره درگیر میشه و خواهره رو میزنه. خیلی اون لحظه برای من لحظه سختی بود توی بازی. یه جای دیگه هم که خیلی دوستش دارم و الان هم میتونم براش گریه کنم وقتی یاد اکرم میافتم، جایی که آذر از اتاق بیرونش میکنه، شب سرما بیرونش میکنه و این دوزاریش نمیفته که بیرونش کرده. قد این
اینقدر این لطافت ها و این کشف های لحظه سکانس رو دوست داشتم. میدونی من توی سکانس به هیچی فکر نمی کردم و اینقدر رها بودم که بذار ببینم چی پیش میاد. البته ریسکی بودا، دقیقا اونجا پرتش میکنه بیرون و میره بیرون، میگه برو بیرون، این میره بیرون و خوشحال، یعنی اصلا نمیفهمه اتفاق چیه. بعد دوباره در رو با میکنه، کفشاشو میندازه بیرون، کفشه رو نگاه میکنه، بعد برمیگرده خواهره رو نگاه میکنه، انگار تازه میفهمه که چی شد. این دیلیه توی فهمیدن خیلی برای من دلسوزانه بود، برای من سوسن پروران. اون لحظه هم جز لحظه هایی بود توی اون کار که خیلی دلچسب بود و دوستش داشتم. من بازی تو خیلی توی بوتاکس دوست داشتم، خیلی بازی تو بوتاکس دوست داشتن. توی بزنگاه هم که خودم به زنگ زدم و بازی تعریف کردم، ممنونتونم، و اونم دوست داشتم. امیدوارم بتونی واقعا نقشه‌ای که دوست داری بازی کنی و همچنان با همان اعتماد به نفسی که با اون مأمور سالن گفتی که من بلیت جلوی سالن رو خواهم گرفت، بلیت جایگاه، جایگاه مخصوص رو خواهم گرفت. این اعتماد به نفس زیباست و دلم میخواد با همین اعتماد به نفس موفق باشه. خیلی متشکرم که در برنامه ما شدید. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، افتخار بزرگیه برای من. خیلی سپاسگزارم، قربونت برم. خیلی ممنونم از تماشاگران عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن. شب بخیر.